یکی از نکات جالب درباره چارلز دیکنز اینه که از همون اول خودش رو به عنوان نویسنده‌ای منحصر به فرد و تقلید ناپذیر جا انداخت. از ویژگی کارهای دیکنز یکی اینه که اتفاقات روزمره رو به شکلی غریب و فراواقعی جلوه میده. رد شخصیت‌های دیکنز رو میتونیم در اطرافیانش پیدا کنیم. ایده خیلی از شخصیت‌هاش رو از اقوام و دوستانش گرفته و این به اون خاطره که چون مدتی به عنوان خبرنگار از دادگاه و مجلس گزارش تهیه میکرد، یاد گرفته بود که خیلی دقیق به اطرافش و به آدم‌ها نگاه کنه و اون وقت با قدرت تخیلش از این اشخاص واقعی برای داستان‌هاش یک شخصیت جدید بسازه. معمولا روی یک دو تا از ویژگی‌های اون فرد تاکید میکنه و این ویژگی‌ها رو به شکلی قلوف شده نشون میده. اگه دقت کنین شخصیت‌های داستان‌هاش اغلب تکی کلام‌های خاص یا رفتارهای خاص دارن. اون بخش‌هایی از واقعیت رو می‌گرفت و خاصیتی تخیلی و قلوف شده بهش میداد. چارلز دیکنز در دوره‌های مختلف به سبک‌های متفاوتی نوشته. مثلا اوایل داستان‌های اپیزودی که کمدی می‌نوشت. بعد کم کم رمان‌های جدی‌تری مثل الیور تویست نوشت. الیور تویست اولین رمان دیکنز که به مشکلات و مسائل اجتماعی می‌پردازه و ماجراهای تلخی داره و اولین تجربه کار رئالیستی دیکنزه. اثری که به خاطر واقع‌گراییش در نشون دادن مجرمین، رسواگری و خشونت بسیار در زمان خودش جنجالی شد. اما رمان مورد علاقه من دیوید کاپرفیلده، چون مجموعه‌ای از همه سبک‌هاشه. ترکیب خوبی از طنز و تلخی و میشه گفت که به نوعی زندگی نامه خودشه. دیکنز از طبقه متوسط جامعه بود. پدرش کارمند یکی از ادارات نیروی دریایی بود، ولی بلد نبود دخل و خرجش رو با هم یکی کنه. برای همین خانواده‌اش اغلب فقیر بود و مرتب مجبور بودن برای فرار از دست صاحب خونه و طلبکار جابجا بشن. وقتی چارلز 12 ساله بود، پدرش به خاطر مغرض بودن به زندان میفته و چارلز مجبور میشه مدرسه رو برای مدتی ول کنه و در یک کارخونه مشغول به کار بشه. دیکنز هیچ وقت با این اتفاق کنار نیومد و این موضوع روش تأثیر زیادی گذاشت. از جمله تم‌های تکرار شونده در آثار دیکنز، یکی تصویریه که از کودکی ترسیم میکنه، مخصوصاً کودکی از دست رفته و بچه‌ای که حق بچگی کردن ازش سلب شده. دیکنز از اولین نویسندگانیه که از زاویه دید بچه‌ها رمان نوشته. تم دیگه نقد سیستم‌های اجتماعی قدیمی و لزوم تغییر اونهاست. جورج اورول درباره دیکنز گفته که اون با شدت و حدت کم نظیری به بنیادهای جامعه انگلیس حمله کرده، اما هیچ وقت نگفته که خوب چی جایگزینش بشه. که خب حرف درسته. دیکنز منتقد بود، اما فکر آرمانی و طرح و برنامه‌ای برای تغییر نداشت. اصلاً مسئلهش پیدا کردن جایگزین نبود و حتی از فکر انقلاب و شورش و شلوغی هم واهمه داشت. ولی معمولاً آثار بزرگ هنری قرار نیست برای جامعه یا جهان راهکار پیشنهاد کنند. رمان نباید به بیانیه تبدیل بشه و نصیحت کنه. حالا با اینکه دیکنز در آثارش وارد مسائل سیاسی و آرمان‌های اجتماعی نمیشه، ولی در عمل به کارهای خیریه پرداخته و اقدامات مثبتی برای جامعه انجام داده که یکی از مهمترین اونها خانه‌ای بود که با همکاری دوست میلیونرش آنجلا بردت کوت برای زنان طرد شده از جامعه، زنانی که بدکار خونده می‌شدند و جایی در جامعه نداشتند، تأسیس کرد. برعکس تفکر اون دوران، دیکنز معتقد بود که با ایجاد موقعیت این زنان میتونن زندگیشون رو از نو شروع کنن. البته که این زنان به جامعه انگلیس بر نمیگشتن و دیکنز اونها رو به عنوان ساکنین جدید مستعمرات بریتانیا به اونجاها میفرستاد، ولی به هر حال سالهای زیادی این سازمان خیریه رو اداره میکرد. من حتما برات خطر داره، بسا برم، نباید زیاد خشونت نشون بدی. تأثیر آثار دیکنز رو میشه در سینما به خوبی دید. فیلمساز بزرگ روس سرگئی آیزنشتاین مشخصاً گفته که دیکنز الهام بخش نگاهش به مونتاژ و روش خلق طرح داستان فیلم بوده. اگه ما یه بار دیگه با ذهن سینمایی آثار دیکنز رو بخونیم، تکنیک‌های سینمایی رو توش می‌بینیم، کات‌ها رو می‌بینیم. اون خیلی سریع از یه فضا به فضای دیگه میره. وسایل نقلیه رو در سطح شهر دنبال میکنه، با چیزا حرکت میکنه، یه دورنما رو تشریح میکنه و ناگهان زوم میکنه روی یک شی. و اگه برگردیم به کارهای اولیش که اپیزودیک بود، می‌بینیم که الگوی سریال‌های امروزیه و برای همین راحت میشه از کارهای سریال ساخت، چون داستان‌هاش از داستانک‌های کوچیکی تشکیل شده که هر کدوم اوج و فرود و آغاز و میانه و پایان خودشونو دارن. قطعی که انتخاب کردم تا براتون بخونم از اولین صفحه رمان آرزوهای بزرگه که در سال 1860 نوشته. این پاراگراف به خوبی رابطه دیکنز با رئالیسم رو نشون میده، اینکه چطور از اتفاقات عادی و روزمره تصویری غریب میسازه. در ضمن مهارتش رو در نگاه کردن به جهان از زاویه دیده یک کودک نشون میده. و نکته دیگه اینه که پاراگراف مضمون تلخی داره، ولی دیکنز اون رو با طنز و تمسخر تصویر کرده. آرزوهای بزرگ اینجوری شروع میشه که پسر بچه‌ای به نام پیپ بر مزار مادر و پدر و 5 برادر مرده‌اش نشسته، که خب این لحظه تلخیه، ولی دیکنز اینطور می‌نویسه: چون هرگز پدر یا مادرم به همچنین تصویر هیچیک از اونها رو ندیده بودم، زیرا زمان زندگیشان خیلی پیش از دوران عکاسی بود، اولین تصوراتم درباره این که آنها به چه شبیه بودند به طرز نامعقولی از سنگ قبرشان حاصل شد. شکل حروفی که روی سنگ قبر پدرم حک شده بود در من این تصور عجیب را برانگیخت که اون مردی 4 شانه، تنومند، سیاه چرده و سیاه موی بوده و از وضع ریخت کتیبه جورجیانا زوجه شخص فوق این نتیجه بچگانه را گرفتم که مادرم زنی علیل و ناتوان و دارای صورت ککمکی بوده است. آن 5 سنگ کوچک هم که در ردیفی مرتب کنار قبر پدر و مادرم چیده شده و یادبود 5 برادرم بود که خیلی زود از مبارزه و تقلا برای حیات دست کشیده بودند، مرا به عقیده‌ای که در نهایت خوشدلی در خاطر پرورده بودم معتقد ساخته بود. اینکه برادرانم از پشت و در حالی که دستهایشان در جیب شلوارشان بود به دنیا آمده بودند و در طول زندگی هم هیچگاه دستهایشان را از جیب بیرون نیاورده بودند.